یادداشت های یک اسب یارعلی پور مقدم متولد 1330 چاپ شده. چه جالب. اولش میشه برای ناصر میرحمدی شلمزاری یه جمله از علیرضا حسینی گذشته: دل سینا دل سینا، من خاکستر کتاب ها و استخوان مردگانم را با خود آوردم. عنکبوتکم از سقف کش آمد و نوک بینیم را قلقلک داد، تا از خواب که میپرم همراه با جیک و جاک یک فاخته کسل تیغه مورب نوری را ببینم که به استبل میتابید. و رستم را که بنگ به ناشتا زین بر من بست و خشدار غرید که به شکار سوی مرز توران میرود، حوالی سمنگان به دشتی رسیدیم که گوزن در گور خر بود که میچمید. ذره ای را که فوج فوجشان می نمود به خم کمان انداختیم، تا رستم از خس و خاشاک و شاخه های ناربن آتشی بیافروزد و ران آغشته به خاک و خون و خاکستر را چنان با ولع قاطق شراب کند که نگارنده یورتمه در امتداد آبخیز را به تماشای استخوان به نیش کشیدن های یک غول مردارخوار ترجیح دهد. ساعتی بعد که بازگشتم او را که سیر از خواسته در سایه سار بیشه به خواب رفته بود، پیمود سالی دیدم که خروپف های غمنگی. من چون بار اول باش مواجه میشم ممکن اشتباه بخونم، به نظر متن کار شده اینه. خورپف های غمنگیز می کشید و لابد برای یافتن منبع اندوه بود که 7 سوار ترکی که از آن ناحیه می گذشتند مرا یافتند، که حالا دیگر خاطرم پراکنده دسته لکلک مهاجر بود که به سوی افق می رفتند که چون ترکه ناروانی زرد می سوخت. چون دسته سگان وحشی که عرصه را بر گاوی تنگ می کنند، گرداگردم به کمند اندازی پرداختند، در موضع دفاع دو تن از ایشان را به زخم سم هلاک کردم و چنان با غیظ سرم گرم خاویدن گله تازیان نوازی که گونه های و سخانی و چشمانی بیرحم داشت شد که نفهمیدم کی گردن خود را نیز در کمند حضرات انداختم. احتمالا داره داستان، میدونید که رستم این اتفاق که برش میفته گم میکنه رخش و دنبالش که میره اون شبیه که نطفه سهراب بسته میشه. امیدوارم اون باشه، برای خیلی جالبه اگه اینطوری باشه. احتمالا گمانم حالا که دست کم بعد از 30 فرسخ در استبلی که ظاهرا اسب سفید ته بزنیم چقدر 20 صفحه از همش میخوریم. گمانم حالا که دست کم بعد از 30 فرسخ در استبلی که ظاهرا اسب سفید تهمینه سر در آخرش میکند حبس شده اما دارم این دست خط را مینویسم، رستم بیچاره وار در راه سمنگان است و خود را که به سراسیمه ژولیده میماند برای خواب سنگینش ملامت میکند. این سفید باشی از خیر سری است که دم مار میگزد، یا نشاط عشق کرده است که گاه مینماید و گه میرباید. چرا وقتی پشت ما خمیده شد و تازی به ماری که از درخت عرعر بالا می رفت پارس کرد و روی پنجه ها گردن کشید تا ناله وصل کند، خار گزی به ساقم خلید تا حواسم پرت زق زق شود و نتوانم شاهد نم عرقی باشم که می گویند در ربع مسکون تنها بر منخرین دختر شاه سمنگان می نشیند. وقتی شب 14 از ایوان به کیوان می نگرد. در این شب و مرتع و اسارت باقی به همین قیاس گذشت، تا سرانجام که دم به تله داد چنان شیهی کشید که حتی اولاغ‌ها و آن اطراف هم دانستند که اسب سفید تهمینه دیگر از خیر سری دم مار را نخواهد گزید. خروس خان وقتی با قیل و قال میراخور بیدار شدم، تازه به صرافت لعل بدخشانی هم افتادم که باید آن را به رهن و تاوان اشتیاق دیشب نهاده باشم. بیشک روزی که از این بند برهم و به زابل بازگردم به سرکوفت ابدی رودابه دچار خواهم شد، زیرا او بود که لعل سفته را بعد از بازگشت از جنگ مازندران و از باب دست خوش به کلالم آویخت به کلالم آویخت. گمانم جما نوعی سر باشد. پیش از ترک سمنگان باز هم به هم رسیدیم. پیش از ترک سمنگان باز هم به هم رسیدیم، رو در رو. کودک شرمساری شد
که نمیداند با دستهایش چه کند، ولی بعد که لابد ملامت از نگاهم رفت با احتیاط پیش آمد تا پیش از آن که پیزور لای پالانم بگذارد نقش کهتری را ایفا کند که دست بر قضا مهتر شده است. به نشانه قبول پوزش پوزه بر پوزش نهادم و این ساعتی قبل از آن بود که داشتیم با تشریفات رسمی سمنگان را ترک میکردیم. در میان مشایعت کنندگان آنچه لذت نظر می آورد یکی تهمینه استخوان ترکانده بود که سوار بر سفید باشی و در کنار برادرش ژندرزم گیسوانش با باد میوزید و دیگری یک لعل مفقوده بود که آویخته به طره سفید باشی میدرخشید. عاشق شده پارسال همین مجال اگر به سر به صحرا میگذاشتی، به جای آنکه نقش نعلت به خاک تشنه بنشیند، شقایقها را میدیدی که لابلای علفهای هرز سرک میکشد، ولی شقایق ها را می دیدی که از لابلای علف های هر سرک می کشد. ولی امسال چنان سال سخت است و رزق تنگ که در راه بادغیس به جماعتی برخوردیم که برای حفظ رمق از حجامت هم می نوشید. از حجامت هم می نوشیدند. در ازدحام بازاری در ولایت هرات نوازندگان دورگردی که می گفتند از آن سوی جیهون آمدند راه را بر ما بستند. از لگامم که یله بود دانستم که ماه تحتش در راه رنجه شده است و باید مدخل قیل و قال را مخرجی بجویم، ولی بعد که گرم لبخند دلغکی شدم که پیش او پشتک میزد، قاف را دیدم که دایره ابری گرد قلهش حلقه زده بود و دسته مطربان که می نواخت و قوالی که نصرت فاتح علی خانش می خواندند چنان ناله هایش را چامه کرده بود که رستم از بیخ بغض بود که پرسید این مرد کیست که آوازش بوم از بنه بر می کند؟ از آن میان سخنگوی دورگردان در جواب سینه صاف کرد که اولین پدری که فرزندش را کشت، چون هنوز نمیدانست که چگونه باید قتل اولاد را بنامد، چنین نالید که نصرت فاتح علی خان دارد می خاند. در بعد از ظهری همه این تیک های یادداشت روزانه احتمالا این جناب رخش رو یه دونه قمه گذاشته، قمه نیست البته، دشنه است، یه دونه دشنه گذاشته سر هر کدوم. در بعد از ظهری که باد گرم پوست را می سوزاند به سیستان رسیدیم. زلزله ای که دیروز زابل را لرزانیده است، خانه های گلی محله پایین دست را بر سر ساکنان سبزواریش خراب کرده است و مثل وقتی که کاسه کولی را آب میبرد شیون بازماندگان را درآورد. در این آستانه تنها نسیم نصرتی که میوزد از ناحیه پیزی رستم است که راه به راه او را گرفتار قارور شناس و رودابه را پرستار دلواپس او میکند، بلکه جنجال لعلی که به رهن مهریه سفید باشی رفت فعلا به تعویق بیفتد و بگذارد که من هم محو عنکبوتکی شوم که از شوق بازگشتم به رقص و بندبازی در آمده. هیچ چیز مثل صدای دوردست سگی که در تنهایی شب پارس می کند یک اسب را خرفهم نمی کند که وقتی پای عشق به میان می آید سینهش از ناله سیر نخواهد شد. امشب دلم برای فراقی که در حاشیه خاطرم می سوزد آتش گرفته است و همین که هیچ بختی هم برای تجدید دیدار متصور نیست، از گونه هایم نهری ساخته است که جز آب شور در آن جاری نمی شود. امروز میراخور مادیانی را برای جفتگیری به استبل انداخت، ولی تا غروب که بازگشت نه مادینه خجالتی پا پیشنهاد و نه دلی که تیپ و تاپش در سمنگان میزند میل به میل کرد. خیلی قشنگ. میدانم که جدایی میتواند میل وصال را تشدید کند، ولی نمیدانم رستم پس کی دیگر میخواهد به جای آنکه تبل را زیر گلیم بزند پرده از این مصلحت برگیرد، چون با یک حساب سرانگشتی مگر همین هفته پیش نبود که از شبی که به تخمین به راز نشست 9 ماه گذشت. لنگ ظهر بود و مات تلاش بیهوده کنه‌ای بودم که در تار عنکبوتکم گرفتار شده بود که پیکی خاکالود از جانب سمنگان رسید و بر کرت بوسه زد تا وقتی من از استبل به باغ می روم رستم دست از هرس کردن شاخ و برگ بردارد و با پیک به خلوت رود و در میان خدمه خورشخانه این دلشوره درگیرد که بلکه خدا خودش به خیر کند و نگذارد تا کار این روزگار تنگ باز به جنگ کشیده شود.
پس این اما که پیک باز میگشت، زیر درختی که نهالش را با دست خود و بعد از بازگشت از سمنگان در باغ کاشته بود و حالا شکوفه سفید داده بود، نامه ای را که مهره موم داشت از زیر جبه اطلسش بیرون کشید و همراه با سه یاقوت رخشان و سه کیسه زر که از پوست آهوی ختن دباغه شده بود به سمنگانی سپرد تا لابد به زانو برساند. بی کپکپه و دبدبه آمد و این در عرف دربار یعنی آنکه کوبه را میکوبد مصیبت است. از عنان فرسوده اسبش پیداست که راه سه روزه را در یک شب پیموده است. رستم که پیراهنی از ابریشم پوشیده بود در جوار آسیابی که به یک مهاجر بنگالی تعلق دارد گیو را در آغوش گرفت و خاک از تن او تکاند و از سختی راه و رفاق کاروانسرا پرسید. گیو از باد ناخوش گفت و از جغله سمنگانی که در اولین عرض اندام حمله را از مرزی آغاز کرده است که تاکنون تسخیر ناپذیر می نمود. رستم پرسید دژ سفید؟ گیو گفت هیچ تنابنده ای تاکنون یک گودرزی را آنچنان که هجیر به اسارت رفت و این چنین که گردآفرید و گژدهم هم فرار را برقرار ترجیح داده اند ندیده است. این ترک بچه دژ سفید را چنان در هاون کوبیده که رگ شاه را نیز از بیم خود سست کرده است. رستم لب بالایش را نیشی زد تا انقباض عضلات فکش وارهد و بالاخره از کودکی بگوید که فرزند او از دختر شاه سنگان است و داش مشتیوار دهانی را ستایش کند که هنوز بوی شیر می دهد. گیو اما تلخ وقت گفت حتی اگر قولی این قابل را برای خار داشته آمین پهلوانی برپا کرده باشد، باز هنوز به این بضاعت نرسیده است که بتواند برادرم هجیر را که یک کهنه گودرزی است توسط کودکی که هنوز ریش بر گونه هایش نشکفته است بزکش به اسارت برد. رستم ریگی را از زیر زرین کفش غلطاند و پرسید تا کنون صدفی را به گوش نهاده ای؟ گیف سگرمه هایش را با دو دست پوشاند و گلایه کرد که ضرورت تر این سوال را درک نمی کند. رستم دست بر شانه مهمان زد و گمانم برای تسکین گیف بود که تازه به صرافت گودرز افتاد. باید اسارت حجیر گودرزیان را دلنازک کرده باشد، چون گیو نم به چشم گفت که پدرش گودرز رمیده از کام و نام در سایه بلوطی در پشمینهش مچاله می شود تا بانگ مرگ فرزندانش را نشنود. رستم عرق پیشانیش را که به شبنمی میمانست که بر گیاهان کوه قاف می نشیند با کف دست گرفت و گیف که همچون کودکان بغزش را می پنهانید گفت که اگر اندکی در حریم حمایت او بماند آب سیستان اشکهایش را خواهد شست. دشنه ها زیاد بود دیگه، من نگفتمشون. این شب چهارم است که گیو رنگ پژمرده را با می سرخ پشکنه گلگون میزند. آیا سیستان وطنگاه تعلل رستم است یا بهانه گیر گریز گیو گشته است؟ آیا این می همان آب سیستانی است که میخواست اشکهای گیو را بشوید؟ راستی تا آنگاه که خیر بتواند بار شر را به پیمانه بپیماید چند خمر پیاله خواهد شد. عجب اصلی دشنه. پس از یک هفته تاختن جان فرسا به مقصد پایتختی خودمان را از تک و تا نینداختیم، بلکه خدا خودش خیر بدهد این استقبال را که دارد تتیم میگه نفسمان را چاق میکند، در یکی دو روزه راه توس و گودرز به پیشواز آمدند. گودرز با آن گونه های استخوانی و صفای قرنیه خواست تا قبار از تهمتن بتکاند که رستم زنده ممانعت بر دست سال خورده بوسه زد و مشک بر شانه هایش تکاند. نوبت به گیف که رسید تا یار و حصار پدر شود، گرچه مجال نجوا نبود ولی گمانم تنها من که به آن دو نزدیک تر بودم توانستم بشنوم که گودرز در آغوش فرزند نجوا کرد چرا این همه دیر آمدی؟ در جواب تنها لبهای گیف بود که جنبید بیان که چیزی گفته باشد و نگاهش را به زمین دوخت. از اسب گیف که سمند خوشخنده ایست پرسیدم اگر تو به جای خپله چغری به نام توس بودی که انگار خداوند او را تنها برای کرکس چرانی آوریده است، حالا به چه می اندیشیدی؟ با دلریسه گفت خپله چغر خوب اومدی. امروز که به حضور کاووس رسیدیم دلواپسی هم درباره پچپشه دیروز گودرز و گیف درست از آب درآمد.
رستم از اسب پیاده شد و صحن را بوسید. ولی اوه، تازه صفحه هفتیم، ولش کن. 12 دشنه.